خبر تازه، منبع باتور دوستم یکی از معاونین در حکومت موقت مد نظر گرفته شده است. به نام خداوند بخشاینده مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرست. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. خبر تازه، منبع باتور دوستم یکی از معاونین در حکومت موقت مد نظر گرفته شده است. مریم سما نماینده مردم کابل در پارلمان تهدیدات امنیتی بر علیه خودش را رد کرده و گفته به هیچ قیمتی وطنم را ترک نمی کنم. در عین حال اشرف غنی منتظر آخرین مجازات خیش هست. 5 سال هست که یک مامور بانک جهانی به کمک جهان حکومت یک نفره و گاه 2 نفره مشمول رولاغنی را تحت اسم جمهوریت در افغانستان تشکیل داده است. نامش جمهوری، اجرایش همه چیز بر اساس نظام شاهی مطلق پیش رفته است. آنانی که در قانون اساسی سال 2003 سر تسلیم به استبداد ساختاری خم کرده و در حوض جیب خرچی گرفتند، اکنون حاصل شهکاری خود را اگر خودشان نمی بینند فرزندانشان و مردم مظلوم شاهدند. غنی هم پهلوان، پنبه های سیاست و جنگ را چند مرتبه بکیر ساخته است. حالا که بلدوزر جهانی طرف خودش دور خورده، فغان برداشته که حکومت موقت برایم قابل قبول نیست، زیرا اینجا مصالحه شخصی مطرح نیست، بحث نظامی و آینده مردم افغانستان هست. تعداد گذاری جنگ همزمان قومی و زبانی سخت وارخطا و سراسیمه هست. همان ساحه شوم که صدام و قذافی را به تحت السقر فرستاد، مثل طوق لعنت بالای سر غنی و شریکایش به چرخ در آمده هست. در عین حال گلبدین حکمتیار، طالبان به این خواسته امریکا و پاکستان که اشرف غنی برای 1.5 سال در رأس اداره موقت باشد پاسخ رد داده اند. در عین حال خوب توجه کنید، تحسب غنی در ننگرهار با فامیل ملالای در دفتر والی فاتحه خوانده، اظهار همدردی و غمشریکی نموده و مبلغ 500,000 کمک نقدی کرده. آیا دیگر قربانیان اصحاب رسانه ها از این کشور نبودند؟ با کدام یک فاتحه خوانده و از فامیلشان استملات و دلجویی نموده؟ مرگ به این فاشست مرتجع. در عین حال مارشال دوستم صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، یونس قانونی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، سید حامد گیلانی و ذبیح مجددی در نامه به حکومت هشدار داده اند در صورتی که هر گونه حمله تروریستی به جان آنها صورت گیرد، رهبری دولت مسئول و پاسخگو است. بر بنیاد گزارش ها پیش از 4,000 تن از کارمندان ریاست رجال برجسته از وظایفشان برکنار شده اند که اکثرشان محافظان این چهره های سیاسی بوده است. در این نامه استاد سیاف و گلبدین حکمتیار امضا نکرده اند. در عین حال 44,000 کیلوگرم چرز در یک عملیات در کابل کشف و حریق شد. وزارت داخله در یک خبرنامه می گوید نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر عملیات مشترک هدفمند را از بهر تخریب ذخیرگاه مواد مخدر در مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل انجام دادند که در نتیجه آن مقدار 44,000 کیلوگرم چرز را کشف و از بین بردند. خبرنامه می افزاید که در این عملیات بر علاوه تخریب 3 ذخیرگاه چرس، 2 باب کارخانه پروسس مواد مخدر نیز تخریب و نابود گردیده اند. با اساس خبرنامه وزارت داخله در پیوند به این قضیه 4 تن مزنون بازداشت شده اند و 10 حلقه ماین و 1 قبضه راکت، انداز 3 میل سلاح کلاشینکو و 1 میل سلاح 100 تکه و مقداری مهمات نیز به دست آمده است. در عین حال اگر حکومت موقت می خواهیم دلیل دارد تا اشرف غنی نباشد، حذف سیستماتیک تاجیک ها از بدنه حکومت،
به تعداد بیشتر از 4000 نفر جگرن، تورن، لمری، بریدمن، دوهم بریدمن و اکثریتشان بدخشانی و پنشیری هستند. امروز 1399 ماه دهم تاریخ 8 در تالار ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی مسئولین بلند رتبه رجال برجسته برایشان پیشنهاد می نمایند. یا سربازی را قبول نمایند و یا به اردو روانتان می کنیم. غیر از این خردضابط ها تعداد افسران پنشیری و بدخشانی به نام ترکیب ملی منفق می گردند و به جایشان آن اداکارمندانی که در شورای امنیت تنقیص شده بودند و مربوط قوم محترم پشتون هستند جا به جا می شوند. ضمن آن گفته که 50% پشتون باشد و 50% دیگر اقوام کشور، تعداد دیگرشان به سن 48 تا رسیده باشند، با تقاعد سوقشان می دهند. اگر حذف سیستماتیک نیست مردم را در روشنایی قرار بدهند تا مردم آگاه شوند. در غیر آن صورت بی‌عدالتی صورت گرفته و خیانت می باشد. اتاق فکر برترجویان در زمان جنرال نورالله و جنرال سایق برنامه داشتند، اما موفق به این کار نشدند. موفق شدنشان در دوره ماموریت جنرال کارگشته و آگاه نظامی کشور آقای جلال یفتلی پرسش برانگیز است. در عین حال مردی که همه عمرش را مردانه زیسته در این وطن که اکثریت سیاسون آنها بارها خلاف منافع مردم ما پایش لرزیده و کارهای نادرست انجام داده اند. این استاد سیاف هست که هرگز خلاف منافع ملی ما هیچگاه و هرگز گام بر نداشته و همیشه به خاطر منافع ملی از نفع شخصی و حزبی خودش گذشت نموده است. با وجود مشکلات زیاد ولی هنوز هم یگانه مرجع وحدت ملی و ثبات در کشور ما هستند. مردم شریف و قهرمان افغانستان می دانند که کیها خادمشان هستند و کیها هستند که در بدترین روزها همراه مردم در یک سنگر از این وطن و این مردم دفاع می کنند. عطا محمد نور می گوید من یک وزارت را از دست دادم، اما اشرف غنی یک متحد سیاسی قوی به بزرگی من را از دست داد. او اشرف غنی چیزی برای از دست دادن ندارد و ما هرگز با ارتش مقابل نخواهیم شد، زیرا آنان فرزندان هستند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.